واژه سفاردی در زبان عبری به معنی اسپانیا است. یهودیان سفاردی شاخه ای از قوم یهودند که تا پیش از اجرای سیاست های تفتیش عقاید توسط کلیسای واتیکان در قرون وسطا در اسپانیا زندگی می کردند. در سال 1492 میلادی حکمرانان کاتولیک اسپانیا دستور دادند که یهودیان یا باید مذهب کاتولیک را بپذیرند و یا از اسپانیا اخراج شوند. نوادگان بسیاری از یهودیان هنوز کلید خانه هایشان در اسپانیا را که یادآور زندگی از دست رفتهشان است حفظ کردند. اکنون پس از گذشت 5 قرن در اسپانیا پیشنویس قانونی تهیه شده تا برای جبران این اشتباه تاریخی به فرزندان یهودیان سفاردی تابعیت اسپانیایی اعطا شود. برای من دریافت گذرنامه اسپانیایی به معنای بازگشت به میهن از دست رفته امان است. فکر نمی کنم که همه سفاردی های سراسر جهان بخواهند به اسپانیا برگردند. آنها خواهان شهروندی اسپانیا هستند، اما در کشورهای کنونیشان باقی می مانند. بیشتر آنها تمایلی به مهاجرت دوباره و بازگشت به اسپانیا ندارند. آنها کلیدهایشان را به عنوان نمادی از دلتنگی برای وطن گذشتهشان حفظ کردند و اکنون تنها می‌خواهند در منازل اجدادشان را در اسپانیا بگشایند. احتمال می‌رود طی 5 سال آینده جمعیتی بین 90,000 تا 500,000 نفر برای دریافت گذرنامه اسپانیا درخواست دهند و احتمالاً یهودیان سفاردی ساکن اسرائیل، ترکیه، آمریکای لاتین و دیگر کشورها می‌توانند با استفاده از یک گذرنامه اسپانیایی تابعیت دوگانه کسب کنند. تقاضای دریافت شهروندی اسپانیا باید از سوی کسانی مطرح شود که اصلیت آنها سفاردی اسپانیایی باشد. پیشنویسی که به تصویب رسیده شامل فهرست طولانی از مدارکی است که بتواند اصلیت اسپانیایی بودن سفاردی ها را ثابت کند، مانند دانستن زبان یهودی اسپانیایی، گواهی تولد یا گواهی ازدواجی که مبتنی بر قوانین منطقه قدیمی کاستیل در اسپانیا باشد، صدور گواهی توسط مقامات مذهبی یهودی محل اقامت متقاضی و یا گواهی صادر شده توسط فدراسیون جامعه یهودیان در اسپانیا. آیا این کار دولت اقدامی است نمادین برای جبران یک اشتباه؟ آیا اکنون زمان مناسبی برای طرح چنین موضوعی هست؟ رئیس جامعه یهودیان اسپانیا معتقد است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای چنین قانون نیست. همیشه زمان مناسبی برای اصلاح یک اشتباه و اجرای عدالت است. یهودیان سفاردی زمان بسیار طولانی است که مشتاق دیدن این اصلاحاتند. ما در زمانی زندگی می کنیم که هم در اقتصاد و هم در سیاست بحران هایی وجود دارد. احزاب راست افراطی و نئونازی ها در یونان، مجارستان، فنلاند و فرانسه در حال ظهورند. بنابراین این قانون یک ابتکار به موقع توسط دولت اسپانیا است که در نظر دارد خطایی را اصلاح کند و ببیند که عدالت اجرا می شود. در سال 1492 میلادی دست کم 200,000 یهودی در اسپانیا زندگی می کردند که بسیاری از آنها به شمال آفریقا، جنوب اروپا و بالکان تبعید شدند. از سال 1950 میلادی نیز بسیاری از یهودیان سفاردی به اسرائیل نقل مکان کردند. همکنون حدود 3.5 میلیون یهودی سفاردی در دنیا وجود دارد که 700,000 نفر در اسرائیل، 350,000 نفر در فرانسه، 80,000 نفر در ایالات متحده آمریکا، 50,000 نفر در ترکیه و 150,000 نفر در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. سیلیکا ارز یک زن یهودی سفاردی اهل اسرائیل است. او در منطقه آرانجوئز در نزدیکی شهر مادرید اسپانیا زندگی می‌کند و مادرش از سفاردی‌های اهل بیت المقدس است. من مصمم هستم که تابعیت اسپانیایی را دریافت کنم. من درخواستم را تحویل دادم و نزدیک به 6 سال است که منتظر دریافت پاسخ مثبت هستم. یهودیان اسرائیل برای اسپانیا احترام زیادی قائلند. آنها به یهودیان سفاردی اسپانیا سفاردی‌های خالص می‌گویند. هنوز در اسرائیل به زبان لادینو که زبان رسمی سفاردی‌ها صحبت می‌شود و به آن در زبان عبری اسپنولیت می‌گویند.
در گذشته در شهر تولدوی اسپانیا، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشتند. بین قرن‌های 12 و 13 میلادی هر سه زبان لاتین، عربی و عبری در این منطقه استفاده می‌شد. پاکووارا درباره چگونگی کشف ریشه‌های یهودیش می‌گوید. در وبسایت sefardim.com لیست کاملی از نام‌های خانوادگی یهودی بود. من فامیل خودم را در این لیست پیدا کردم. خیلی از نام‌های فامیلی با نام بسیاری از مشاغل و صنایع و یا نام شهرها عجین شده بود. این نوع نام‌های فامیلی در مکان‌هایی که جوامع بزرگی از یهودیان وجود دارد بسیار متداول است. این نام‌های فامیلی با نام شهرهایی همچون تولیدو و کوردوبز مرتبط بود و توسط یهودیان برای پنهان کردن نام خانوادگی اصلی عبریشان استفاده می‌شد. پاکووارا درباره یه تغییر در رفتار یهودیانی که در زمان تفتیش عقاید تصمیم گرفتن با تغییر دینشان به مسیحیت در اسپانیا بمانند میگوید. یهودیانی که باقی ماندند سعی کردند تا جای امکان از دیده‌ها پنهان بمانند. آنها خودشان را مخفی می‌کردند و به تدریج فرهنگی را که نسل به نسل به آنها رسیده بود به کناری نهادند. ما قرن‌ها را با نادیده گرفتن هویتمان زندگی کردیم و اکنون ممکن است بپرسیم ما کی هستیم؟ آیا ما یهودی هستیم یا اسپانیایی؟ ما ریشه یهودی داریم، این روشن است، اما در اسپانیا نیز ادغام شده ایم. سفاردی نام باستانی اسپانیایی در زبان عبری است و این موضوع بیان کننده مسائل و احساسات بسیاری است. بیان کننده دلتنگی ها برای میهن است. سفاردی هم به تاریخ تعلق دارد و هم برنامه‌ای برای آینده است. آیا بازگشتی وجود خواهد داشت؟ امیدواریم. برای ما این قانون نشان دهنده لغو فرمان اخراج یهودیان است. در گذشته در شهر گرانادای اسپانیا مسلمانان نفوذ زیادی داشتند، اما اکنون بسیاری از مساجد این شهر نابود شدند و مسلمانان آن به تدریج تا سال 1613 میلادی اخراج شدند. اکنون سوال این است که آیا ممکن است در آینده مانند آنچه اکنون در فرهنگ سفاردی ها دیده می شود در این شهر فرزندان منتسب به فرهنگ اسلامی بخواهند بر هویتشان تاکید کنند؟ بادری شوالیه خود را از نسل یهودیانی می داند که مجبور به تغییر دین شدند و مناسک مذهبی خود را به صورت پنهانی انجام می دادند. او اکنون بنیانگذار مرکز حافظه تاریخی فرهنگ سفاردی در شهر گرانادا است. برای من این یک ماموریت است. سالها مشتاق انجام این کار بودم، اما به دلایل شخصی ممکن نبود. اما سه سال پیش به اسرائیل سفر کردم و متوجه شدم که لازم است حافظه تاریخی یهودیان گرانادا احیا شود.